5 تا جوون بیچاره که توی بازی فوق العاده وحشتناک گیر میافتن. گلاسیا سلام. امروز بریم با هم دیگه یکی از اسطوره‌های سبک ترسناک یعنی کابین این دوودز یا کلبه در جنگل رو ببینیم. از این فیلم تقریبا فکر 5 یا 6 تا نسخه ساخته شده. من یکیشو قرار میدم که نمره‌های بالاتری گرفته بود و به نظرم خیلی هم جلوه‌ی ویژه‌اش قشنگ‌تره، هم کلا خیلی بهتر میتونه معنی اصلی فیلمو برسونه. بریم با فیلمو ببینیم. حواسمون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم به مرکز علمی میریم و دو تا کارمند دارن صحبت میکنن و یکی دیگه از کارمندا به اسم وندی هم میاد کنارشون. در مورد این صحبت میکنن که یه جریانی که کل دنیا شروع شده شبیه یه آزمایشه و الان فقط قضیه آمریکا و ژاپن مونده. ژاپن هم آزمایشش داره انجام میشه و قطعا به نتیجه میرسه، پس باید برای خودش اینو زودتر شروع کنن. میریم به طرف دیگه شهر و چند تا دانشجو میبینیم که دارن آماده یه سفر به خارج شهر میشن. پسری به اسم کرت همراه دوست دخترش جولز، دختر دیگه به اسم دینا، پسری به اسم مارتی و یه پسر دیگه هم به اسم هولدن. اینم بگم که مارتی کلن علف میزنه و همش بالاست. خلاصه که موتور رو یکیشون میبندن پشت آروی که اجاره کردن و سفرشون شروع میشه. به محض خروجشون هم مرد غریبه رو میبینیم که رو سقف خونهشون وایستاده و به یه نفر زنگ میزنه و یکی سوژه هامون حرکت کردن. اینا میفهمیم که جوونا یه کلبه جای خارج شهر اجاره کردن و وقتی نزدیکش میشن آنتن گوشیاشون کم کم از دسترس خارج میشه. همزمان با نزدیک شدنشون هم میبینیم که توی اون مرکز علمی کم کم کامپیوترها رو روشن میکنن و آماده آزمایش جدیدشون میشن. گروهمون جلوی یه پمپ بنزین وامیستن ولی انگار که پمپای اینجا کار نمیکنن. یکیشون میره توی مغازه و یه سری لوازم عجیب و غریب رو اینجا میبینه. صاحب مغازه هم یه دفعه میاد که رفتار اونم کاملا عجیبه. در مورد بنزین بهشون میگه که بنزینتون برای رسیدن به جایی که میخواد برید کافیه ولی برای برگشت احتمالاً کم بیارید. کلبه‌ای که اینا گرفتن هم از قبل میشناسه و میگه خیلی وقت آدما میان اینجا و میمونن، کاملا هم از شرایط خودشون راضین. یه تیکه جنسی هم به جولز میندازه که دوست پسرش عصبانی میشه ولی خب بقیه جداشون میکنن و راهشون رو ادامه میدن. وقتی دیگه خیلی نزدیک شدن از یه تونل باید بگذرن که موقع رد شدنشون متوجه میشیم پرنده‌ای به اینجا میخوره و انگار یه دیوار نامرئی بین این تونل و بقیه راه وجود داره. بالاخره به کلبه میرسن. هر کدوم یه اتاقو برمیدارن و وقتی که هولدن به اتاق خودش میره یه نقاشی خیلی زشت و اذیت کننده رو دیواره. برش میداره و میبینه که یه پنجره بین اتاق خودش و بغلیه و دانا داره لباس عوض میکنه که انگاری اصلا نفهمیده این پنجره وجود داره. سری میره بهش خبر میده و متوجه میشن این شبیه یه آینه است ولی در واقع از اون طرف هر کی باشه میتونه ببینتش. بعدم اتاقاشونو با هم عوض میکنن و دانا بعد اینکه دوباره تابلو نقاشی رو سر جاش میذاره یه پارچه روش میندازه که طرحهای عجیبشون نبینه. همزمان با این اتفاقها آزمایشهای اون مرکز علمی هم شروع شده. متوجه میشیم کل دوربین مخفی توی این کلبه است و در واقع کسایی که اومدن اینجا همون سوژه هاشونن. تمام اطلاعات پزشکی این افراد رو هم دارن و حتی میتونن که با استفاده از مواد شیمیایی توی بدن اینا تغییر ایجاد کنن. برای امتحان این کارم یه ماده ای رو تو اتاق جولز پخش میکنن که باعث میشه میل جنسی اون افزایش پیدا کنه. بعد مدتی بچه‌ها میخوان برن دریچه شنا بکنن که میبینن توی این مرکز علمی هم همه شروع به شرط بندی کردن. شرط بندی سر اینکه این افرادی که آزمایش دارن میشن قراره که کدوم راه ترسناک رو انتخاب بکنن. مسئول امنیتی این مرکز هم میره پیش وندی که قبل تر دیده بودیمش و ازش میپرسه که چقدر اینا براشون راحته و اصلا انگار هیچ احساسی ندارن. وندی هم میگه کار ما همینطوری خیلی اذیت کننده است و این تنها راهیه که میتونیم خودمون رو سرگرم کنیم. ولی به هر حال انگار برای خود وندی هم اذیت کننده است چون میره پیش رئیسشون و میپرسه که بقیه افراد دولت هم این جریان خبر دارن و اونم میگه اصلا براشون مهم نیست مگر اینکه نتونیم این آزمایش رو درست انجام بدیم. بعدم قرار نیست که ما بلایی سر اونا بیاریم، ما فقط شرایط رو مهیا میکنیم و خود اونا که تصمیمات نهایی رو باید بگیرن. برمیگردیم به کلبه. شب شده و میخوان بچه‌ها با هم دیگه حقیقت یا جرأت بازی بکنن. اولین نفرم جورزه که بهش جرأت میفته و بهش میگن که بره طرف یه سر بریده شده گرگی که روی دیواره و اونو ببوسه. اونم میره و به خاطر همون هورمون‌هایی که به بدنش ترشح کرده بودن خیلی این کارو جنسی و با لذت انجام میده. نوبت دانا میرسه و اونم جرأت رو انتخاب میکنه که یه دفعه دری به زیر زمین پشت سرشون باز میشه و همه میترسن. خب میدونیم که این کارو همون افرادی که تو مرکز علمی بودن انجام دادن ولی به هر حال بقیه هم به دانا میگن جرأتت اینه که بری پایین و ببینی چه خبره. دانا هم همین کارو انجام میده و به محض ورودش خوشگش میزنه. کلی لوازم ترسناک و عجیب غریب شبیه خونه جادوگرها اینجا وجود داره. عکس اگه دخترم میبینه و خیلی میترسه که جیغ میزنه و بقیه هم میان پایین دنبالش. اونا مثل خودش شوکه میشن. مارتی که بازم کشیده و خیلی بالاست شروع به گشتن اینجا میکنه و میگه من یه صداهای عجیبی توی گوشم میشنوم. نقاشی های دیگه عجیب تری هم میبینه. دینا هم دفتر خاطراتو برمیداره و شروع به خوندنش میکنه. تو صفحات اول نوشته که قبل تر سالها پیش اینجا یه خانواده‌ای بودن که پدر روانی بود و هر بلایی سر دختر و اعضای خانواده‌اش آورده. دختر رو هم یه کتابی پیدا کردن که توش یه سری دعا بود و با استفاده از اون تونستن از پدرشون فرار کنن و در ادامه این دفتر خاطرات هم همون دعاها رو نوشته. مارتی سری به دینا میگه که نخونشون، شاید اگه بخونی
خونیم اتفاقات بدی بیفته، اما خب دینا گوش نمیده. به محض خوندن چند خط از این دعاها میبینیم که بیرون از این کلبه چند تا جنازه بلند میشن، شبیه زامبیا حرکت میکنن. جنازه افرادی که همون سالها پیش اینجا زندگی میکردن. توی مرکز پزشکی هم یه سری‌ها خوشحال میشن و انگاری شرطو بردن. شرط سر همین بوده که کدوم قسمت از دعاها رو میخونن یا چه تله‌ای رو فعال میکنن که این اتفاقای ترسناک بیفته. اون رئیس مامورای امنیتی هم که قبل تر دیدیمش و انگاری اولین باریه که عمر تو این آزمایش، میگه به نظرم هنوزم هدفتون الکیه، اصلا موجودات باستانی که ازشون میترسید وجود ندارن. البته که نمیدونیم هنوز از چه موجودات باستانی داره صحبت میکنه. تو مانیتوری هم داره همین آزمایش توی ژاپن نشون میده، جایی که توی مدرسه دارن انجامش میدن. البته که دانش آموزای اونجا یکی دیگه از این راههای ترسناک رو انتخاب کردن. برمیگردیم به کلبه، هنوز دارن بازی میکنن و جول زیگه رفتارش خیلی جنسی شده. برای همین هم دوست پسرش میبرتش بیرون تا با هم یکم عشق و حال بکنن. هولدن هم به اتاقش رفت و مارتی و دانا تنها، که مارتی میگه به نظرم رفتار همه خیلی عجیب شده، اتفاقای خیلی بدی داره میفته. حتی حس میکنم که چند نفر دارن هی ما رو نگاه میکنن و کارهایی رو برامون انجام میدن. البته که دینا میگه این به خاطر چیزیه که زدی، برو بخواب خوب میشی. هولدن هم برمیگره و به محض خروج مارتی از اتاق، دینا و هولدن هم شروع به بوسیدن هم میکنن. میریم توی جنگل، جولز و کورت دارن همون میبوسن و میخوان رابطه برقرار کنن که جولز میگه خیلی سرده و نمیخوام. افرادی که دارن این صحنه رو میبینن یه دفعه ناراحت میشن و میگن کاش میدیدیم حداقل بدنش چطوریه. بعدم یه هورمونی رو از دستگاهی توی جنگل منتشر میکنن که خب مقدار میل جولز بالاتر میبره. یه دفعه نظرش تغییر میکنه و به کورت میگه بیا همینجا انجامش بدیم. با شروع اشغالشون هم افراد توی مرکز نور فضا رو یکم قشنگتر میکنن. تازه کارشون رو شروع کردن که همین لحظه یکی از زامبی هایی که بیدار شده بود حمله میکنه و دست جولز رو گاز میگیره. کورت سعی میکنه نجاتش بده که زامبی با دست دیگش که چاقویی هم داره به کمرش ضربه میزنه. همین که موفق میشه چاقو رو در بیاره، یه زامبی دیگه هم از جلو سر میرسه. بقیه هم میرن حالا یه سری میرن طرف جولز و یکیشون هم میاد طرف کورت و اونو نگهش میداره. در همین حال مجبورش میکنه که تیکه تیکه شدن دختر خودش رو تماشا کنه. برمیگردیم به مرکز علمی. به محض اینکه جون جولز رو میگیرن، میبینیم که رئیس اینجا و چند تا همکاراش دارن دعایی میخونن و یه اهرمی تکون میدن که انگاری خونی که بدن جولز بیرون اومده وارد اون میشه و یه حالت نقاشی میگیره. بعدم به طوری رفتار میکنن که انگاری یه مراسم خیلی مهمی رو تونستن به ثمر برسونن. ولی تازه این شروع ماجراست. دوباره میریم به کلبه. یکی دیگه از افراد که اسمش مورتی بود حالا میره بیرون که دستشویی بکنه و همین لحظه میبینیم زامبی داره نزدیکش میشه. اما یه رفیق کرت که هنوز زنده مونده سر میرسه و با کمک اون دوتایی برمیگردن داخل کلبه. بعدم سری به دوستاش توضیح میده که چه اتفاقی برای جولز افتاده. البته که باورش برای همشون سخت، مخصوصا دینا که بی توجه به اخطارهای اون میره دوباره درو باز میکنه و زامبی رو میبینه که اونجا وایساده و سر جولز دستشه. سر اونو پرت میکنه داخل و دینا سری درو میبنده و جیغ میکشه. کرتی انگاری همشون باهوشتره، میگه باید حالا دیگه کنار هم دیگه مونیم، اصلا جدا نشیم، خیلی سریع هم درو پنجره ها رو کاملا قفل و موم بکنیم. افرادی که داخل سازمانند خیلی نگران میشن و سری گازی رو توی اتاق ترشح میکنن که فقط روی کرت تاثیر میذاره و باعث میشه تصمیمش دوباره تغییر بده. میگه که نه، بهتره جدا شیم و اینطوری بتونیم همه اتاق ها رو پشتیبانی بکنیم، لازم هم نیست همه جا رو ببندیم. به محض اینکه تو اتاق های جدا میرن، از داخل مرکز تمام درها قفل میشه و دیگه نمیتونن بیان بیرون. مورتی نگران شده و میخواد پنجره رو باز کنه که دستش میخوره و چراغ تو اتاقو میشکنه. یکی از دوربین های مخفی میفته بیرون و حالا مورتی میبینهش و مطمئن میشه که همه چیز توسط یه جایی داره برقرار میشه و قطعا یه بازیه. یکی از مسئولا سری میگه که گازی رو منتشر کن که این قضیه حل بشه، اما یکی دیگه شون میگه که نگران نباش، یه زامبی دم پنجره است و الان میره سراغش. همین اتفاق هم میفته و زامبی یه دفعه از دم پنجره مورتی رو با خودش میکشه بیرون و بعد اینکه یه ضربه چاقو بهش میزنه میبرتش. افراد داخل مرکز یه اهرم دوباره میکشن و حالا خون مورتیه که وارد جایی میشه و دوباره یه طرح نقاشی میگیره. حالا میریم به اتاقی که دینا توش گیر افتاده. یه دفعه زامبی پنجره رو میشکنه و میاد تو و هولدن که تو اتاق کناری و یه آینه دو طرفه بینشون بود آینه رو میشکنه و دینا رو میکشونه پیش خودش. در حالی که دارن یه مبلی و جلوی جایی که شکسته شده میذارن تا زامبی نیاد تو، دینا متوجه یه در مخفی دیگه هم روی زمین میشه. سری بازش میکنه و تصمیم میگیرن که برن اونجا. همین لحظه کرت هم که درو شکسته سر میرسه و در میزنه که باز کنن، اما هولدن میگه که یه زامبی اینجاست و نمیتونیم این ریسکو بکنیم. خودت یه جا قایم شو و دوتا این پرن توی دری که کشف کردن. حالا اینجا که شبیه شکنجهگاه پر از لوازم عجیب و غریب از جمله زنجیر و تیغ، دینا یاد دفتر خاطراتی میفته که خونده بود و میگه اینجا همون جاییه که پدر اون بلاها رو سر دختراش آورده. همینجاست که زامبی از طبقه بالا سر میرسه و هولدن رو میگیره. البته که دینا نجاتش میده و بعد اینکه چند تا ضربه چاقو به زامبی میزنن بالاخره جونش رو میگیرن. افراد داخل مرکز که ترسیدن دکمه ای رو میزنن
میکنن و چاقویی که دینا برداشته توش جریان برق میاد که مجبور میشه بندازدش و دیگه سلاحی برای دفاع خودشون ندارن. نگاهشون به در دیگه تو این زیرزمین میفته که یه دفعه کرت بازش میکنه و حالا ستایی از طرف راهروی میدوئن که در آخر هم موفق میشن از این خونه خارج بشن. خیلی سریع هم سوار ماشینشون میشن و میخوان از اینجا فرار کنن. حالا یه سر میریم به ژاپن، جایی که همین بازی توی مدرسه برقراره. انگاری بالاخره تونستن روی که دنبالشون رو شکست بدن و مسئولای مرکز میگن که حالا تنها چشم و امید همه به همین آمریکایی های خودمونه. اونا باید شکست بخورن تا موجودات باستانی از جاشون بلند نشن. دینا، کرت و هولدن رو میبینیم که توی ماشین دارن فرار میکنن و وارد تونلی میشن. یکی از افراد مرکز میگه که سریع تونل رو بهتر کنید. اما هرچی دکمه رو میزنن اتفاق نمیفته. رئیس مرکز میره و متوجه میشه که یه سیمی قطع شده و بعد اینکه وصلش میکنه تونل سقوط میکنه. کرت هم سریع دنده عقب میگیره و میخواد از قسمت قبلی تونل دوباره خارج شه. بعدم میره موتور خودش از پشت ماشین برمی‌داره و میخواد که با استفاده از اون از روی تونل خراب شده بپره. این کارو که انجام میده یه رفیق به دیوار مخفی که قرار گرفته برخورد میکنه. دینا و هولدن که این صحنه رو میبینن با هم دیگه میگن مورتی راست میگفت، انگاری همه چیز یه بازیه و اینجا گیر افتادیم. از اون طرف هم توی مرکز دوباره اهرمو میکشن و حالا خونه کرتی که از دنیا رفته هستش که دوباره یه طرح نقاشی میگیره. دینا و هولدن به سمت کلبه برمیگردن. دینا میگه قطعا یه راهی برای خروج از این بازی باید وجود داشته باشه. وسط راه هم که یه رفیق میبینیم یه زامبی تو ماشین پناه گرفته بوده و حالا سمت هولدن حمله میکنه. خیلی سریع هم جونش رو میگیره و حالا که ماشین راننده نداره به سمت دره میره و در آخر تصادف میکنه. ماشین تو دریاچه میفته و دینا سریع شروع به شنا کردن و فرار کردن میکنه. از اون طرف توی مرکز علمی همه جشن گرفتن و دارن مشروب میخورن. رئیس امنیتی که سال اولش اینجاست میگه چرا خوشحالی دینا که هنوز زنده مونده اگه قرار بوده همه از بین برن. و رئیس اینجا میگه که در اصل باید دینا به عنوان آخرین نفر از بین بره به خاطر اینکه یه باکر هستش. این رسم توی بازی که هر کدوم از اینا نقش یه آدمی رو دارن و یکیشون نقش باکر است که باید آخرین نفرم باشه. برای همین دیگه الان نیازی نیست استرس داشته باشیم، قطعا وقتش میرسه. دینا به خشکی رسید و یه زامبی دیگه هم بهش حمله کرده. داخل آزمایشگاه هم دوباره یه بحثی شکل گرفته چون رئیس شک داره که کی بوده اون موقع سیم داخل تونل رو قطع کرده بوده. البته که هیچکس زیر بار نمیره و میگه اتفاق بوده، ما هیچ کاری انجام ندادیم. یه دفعه تلفنی زنگ میخوره و به رئیس اینجا یه خبر بد میدن. خبر اینه که غیر از دینا یکی دیگه از قربانی‌ها هنوز زنده مونده. برمیگردیم میشه دینا که داره با زامبی درگیر میشه که یه دفعه مورتی سه میرسه و نجاتش میده. دو تای شروع به فرار میکنن و میپرن داخل یکی از قبرهایی که توی این جنگله. منتها قبر شبیه تابوت خیلی بزرگ و آهنیه و مورتی میگه که من فهمیدم همه چی بازیه و اینجا هم راه خروجمونه. از یه طرف این قبر رفیق دریچه بازی شو وقتی میرن داخلش انگاری داخل یه آسانسور بزرگ قرار گرفتن. آسانسور شروع به حرکت میکنه و یه جا وامیسته و میبینیم یه چیزی شبیه گرگ نماها به آسانسور حمله میکنه. دوباره میچرخه و از طرف دیگه موجودات عجیب غریب تری سر میرسن. اینا تمام موجوداتی هستن که به جای اون زامبیا میتونستن وارد بازی بشن، ولی خب این گروه اتفاقی زامبی ها رو فعال کرده بودن. توی آزمایشگاه هم همه رو ترس برداشته و نمیدونن باید چی کار بکنن چون قربانی کردنشون نصف نیمه مونده. رئیس اینجا میگه که چرا این اتفاق افتاده و وندی که قبلتر هم دیده بودیمش میگه به خاطر موادی هستش که مورتی میکشیده. اون موادش با چیزی که ما دادیم فرق داشته و چیزی داخلش بوده که مواد شیمیایی ما روش تاثیر نمیذاشته. برای همینم هم تونسته از سیستم های ما بگذره و اصلا نفهمیدیم که همچین اتفاقی براش افتاده و هنوز زنده است. آسانسور متوقف میشه و یکی از نگهبان ها به دینا و مارچی حمله میکنه. اما انگاری از زمان حرکت آسانسور یکی از زامبیا پایینشو گرفته بوده که الان به نگهبان حمله میکنه و همینم هم کافیه تا دینا و مارتی اونو کنار بزنن و از اونجا فرار کنن. حالا دینا چاقوی زامبیا رو برداشته و مارتی هم اسلحه اون نگهبانه و دارن از راه روها میگذرن. صدای زنی پخش شده که خطاب به این دو نفر میگه شماها باید قربانی بشید تا یه اتفاق خیلی بزرگتر جلوگیری بشه. اگه اینطوری فرار بکنید کل دنیا به فنا میره. اونا گوش نمیدن و همین لحظه یه سری نیروی ویژه سر میرسن که دو تایی وارد اتاقکی میشن و پناه میگیرن. اینجا یکی از اتاقکهای کنترل بازیه و یه دکمه قرمز داخلش که نوشته آزادی اضطراری. اونو فشار میدن که همین لحظه تمام موجوداتی که تا الان ساختن فرار میکنن و آزاد میشن. به خاطر در آسانسوری هم که باز گذاشتن همشون به همینجا میان و به نگهبانها حمله میکنن. کل آزمایشگاه به هم ریخته. موجودات دارن بدترین بلاها رو سر افراد اینجا و نگهبانها میارن. یکیشون که شبیه اژدها هم هست به همینجا حمله میکنه، ولی خب موفق میشن دوباره از اتاق خارج بشن و حالا هر دو تاشون با اسلحه و چاقویی که دارن تا جایی که میتونن از این اتاق فاصله میگیرن. رئیس این مرکز و وندی و چند تا دیگه از افرادش دور هم دیگه جمع شدن و توی اتاق پناه گرفتن. دارن دنبال یه تونل اضطراری میگردن و هر کاری میکنن فعال نمیشه. موجودات بالاخره به اینجا میرسن و چند نفر دیگه از جمله وندی و رئیس نگهبانها رو هم میگیرن. فقط رئیس مرکز مونده که موفق میشه وارد تونل های اضطراری بشه، جایی که لحظاتی بعد دینا و مارتی هم همینجا میرسن. دینا که هول کرده یه دفعه چاقوشو به این رئیس فرو میکنه و رئیس در حالی که داره جون میده به دینا میگه که باید جون مورتی رو بگیری. در ادامه تونل به اتاقی میرسن که قبل تر دیدیم خون افراد
افرادی که از بین می‌رفتن وارد این سنگ‌ها می‌شد و یه شکلی رو می‌گرفت. دینا که خیلی هم باهوشه با یه نگاه ساده میگه که هر کدوم از این نقش‌ها برای یکی از ماهایی که تو این بازی بودیمه. با هر دلیلی که هستش می‌خواستن جون ما رو بگیرن تا یه مراسمی رو تکمیل بکنن. مورتی میگه خب چرا همون اول جون اونو نگرفتن؟ چرا انقدر اذیتمون کردن؟ که یه رفعه زنی وارد اینجا میشه. این همون زنیه که قبل‌تر هم صداش رو توی اتاقی که قایم شده بودن شنیدیم. این زن در اصل مدیر اصلی اینجا و بهشون میگه که یه سری موجودات باستانی وجود دارن که زیر این مرکز و چند جای دیگه خوابیدن. سال‌هاست که این مراسم باید اجرا بشه و اگر این اتفاق نیفته این موجودات یه رفعه بلند میشن و جون همه آدم‌ها رو میگیرن. برای موجودات باستانی این قربانی کردن مثل یه سرگرمیه و باید هر سال ببینن که 5 نفر اینطوری نابود میشن. 5 نفری که هر کدومشون به یه نمادن. یکیشون به نماد یه دختر خراب، یکیشون به نماد احمق، یکی به نماد ورزشکار، یکی به نماد باهوش و در آخر هم کسی که نماد یه آدم باکره هستش. البته آدم باکره یه گزینه انتخابی و اگه از بین نره هم اتفاق خاصی نمیفته و موجودات بیدار نمیشن. ولی مارتی که نماد یه آدم احمق بوده باید از بین بره. فقط 8 دقیقه تا طلوع آفتاب مونده و اگه این اتفاق نیفته همه چیز خراب میشه. دینا که همه چیو خیلی جدی گرفته اسلحه‌اشو سمت مارتی میگیره تا مراسم به پایان برسونه. بعدم بهش میگه ببخشید. مارتی هم یه گورگینه رو میبینه که داره از پشت به دینا نزدیک میشه و میگه تو باید منو ببخشی. گورگینه به دینا حمله میکنه و با هم درگیر میشن. تو همین فرصت هم رئیس اصلی اینجا به مارتی حمله میکنه. البته که مارتی موفق میشه اونو کنار بزنه و با اسلحه‌اش سمت گورگینه شلیک میکنه و دینا رو نجات میده. دوباره رئیس میاد سمت مارتی و در حالی که با هم درگیرن زامبی رو میبینیم که داره نزدیکشون میشه. دینا سری فریاد میزنه و مارتی که میفهمه خودشو میچرخونه و حمله زامبی به رئیس اینجا صورت میگیره. بعدم مارتی بلند میشه و هر دوشون رو هول میده و علبه میفتن پایین. اما الان طول آفتاب سر رسیده و هنوز دوتا قربانی زندن. زمین شروع به لرزیدن میکنه و سکانس آخر میبینیم که دست بزرگی از زمین بیرون میاد که یکی از همون موجودات باستانیه. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. دلیل اصلی که کابین این دوودز خیلی توی سبک ترسان شناخته شده است به خاطر اینه که یه تلنگر خیلی بزرگی به فیلمسازهای این سبک زدش. همونطور که قبلتر فیلم جیغو قرار داده بودم و توش دیدیم که چقدر ریفرنس و اشاره به فیلمهای معروف داره، تو این فیلم هم این اتفاقها میفته. ولی خب اشاره اصلیش به موجوداتی هست که میان این فیلمسازها توی فیلمشون قرار میدن و میاد میگه که همه اینها کلیشه شده و قرار نیست که لزوما تمام شخصیتهای فیلماتون رو دو قطبی بکنید، یعنی یا خوب باشن یا بد. برای مثال ما همین آخر فیلم فهمیدیم که هر کدوم از شخصیت‌ها نماد یه چیزی بودن. خب دختر خراب میشد همون جولز مثلا، یا آدم خرخون میشد هولن که کلش همیشه تو درس بود، کرت آدم ورزشکارمون بودش و در آخر مورتی و دانا میمونن. یعنی در واقع کسایی که توی همون مرکز بودن دارن از این شخصیت‌ها یه دو قطبی میسازن که یا یکی از این 5 تا هستن یا نیستن، در حالی که توی دنیای واقعی هیچ کسی خوب مطلق یا بد مطلق نیست. توی فیلم هم داریم میبینیم مثلا دانایی که الان نماد یه آدم باکره بود، ما همون اولا حالا نمیدونم توی خلاصه گفتمش یا نه، ولی اول فیلمو که میبینیم داره یه نقاشی از معلم مدرسهش میکشه و متوجه میشیم که با این معلم رابطه داشته، یعنی در واقع قرار نبوده که اصلا یه آدم باکره باشه، ولی خب اینا هم چیزی ازش برداشت کردن. یا همون شخصیت بعدیمون مورتی که قراره یه آدم احمق باشه، در واقع اون کسیه که از اول حقیقت این سیستمی که توش گیر رو فهمیده، ولی به خاطر برداشتی که این مرکز از همه آدما داره و فقط اونا رو دو قطبی میبینه نمیتونه باور کنه که یه نفر میتونه احمق بازی در بیاره و در کنار اون خیلی هم باهوش باشه، یه نفر میتونه خیلی خودش رو بگیره شبیه یه آدم باکره باشه ولی در حقیقت کارهایی که خودتون میدونید و انجام داده. خلاصه که کابین این دوودز میاد به همه اینا اشاره میکنه و در کنار اون ما موجودات رو میبینیم که توی تمام فیلم‌های ترسناک قبلا مشاهده شدن. اونجایی که داره با آسانسور میاد بالا و موجودات به نگهبانا حمله میکنن، ما مومیایی‌ها رو میبینیم، زامبی‌ها رو میبینیم، جادوگرها رو میبینیم، شخصیتایی که شبیه شخصیت اصل فیلم ایتن و کلن خیلی از این موجودات بهشون اشاره میشه. حتی اگر سری فیلم هل رایزر رو دیده باشید یه شخصیت به اسم هل بلید داره که خیلی ترسناکه توی اون سری و دقیقا شبیه همونو توی همین قسمت ما دوباره مشاهده میکنیم. همه اینا یه سری ریفرنس مستقیمن و یه دهنکجی داره به سبک ترسناک اون دوره میشه که چرا همچین فیلم هایی رو دارید میسازید و چقدر کلیشه ای شدید. خیلی میتونید تغییراتی رو توش بیارید و آدم ها رو بیشتر با فیلمتون مرتبط بکنید. دقیقا همون کاری که فیلم جیغ میخواد انجام بده و توی هر سری میبینیم که میاد به فیلم های ترسناک که تو اون دوره اومدن دهنکجی میکنه. یا سری فیلم اسکری مووی که سبکش کمدی ترسناکه ولی وظیفه اصلی و چیزی که به دوش میکشن دقیقا همینه. خلاصه کابین این دوودز خیلی فیلم باحالیه. شاید ترسناکی نباشه که از جات بپری و نتونی شب بخوابی، ولی جزو فیلم های فانتزی ترسناک خوب محسوب میشه. هم استوری جالبی داره، هم به نظرم کاملا سرگرم کننده است. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتونم گلسیم.